خبری خوش برای دوستداران و حامیان حیوانات در جهان. اختراع تازه دانشمندان اسرائیلی برای نجات جان میلیاردها جوجه پس از بیرون آمدن از تخم، پروژه‌ای که می‌تواند انقلابی عظیم و تاریخی را در صنعت مرغداری رقم زند. تا کنون بیش از 7 میلیارد جوجه نر و یا جوجه خروس پس از بیرون آمدن از تخم به خاطر آنکه قادر به تخم گذاری نیستند و در واقع احتیاجی به آنها نیست نابود می شدند. حال در پژوهشکده اگزیت در اورشلیم دانشمندان توانستند از طریق مهندسی ژنتیک سوپر مرغ و یا مرغ طلایی را تولید کنند که تنها از تخم او جوجه ماده بیرون می آید. آنچه دانشمندان اسرائیلی در این انستیتوی پژوهشی در اورشلیم توانستند پیدا بکنند تشخیص نر و ماده است که از این تخم مرغ ها به وجود می آیند. انقلابی بزرگ در صنعت مرغداری که می تواند جان میلیاردها جوجه مرغ را در جهان نجات دهد. پروفسور دانی اوفن، پژوهشگر دانشگاه تل‌آویو و از مخترعان این شیوه، از صرفه‌جویی سالانه میلیاردها دلار در صنعت مرغداری میگوید. ما موفق شده ایم تا به تکنولوژی دست بیابیم که بتوانیم جنین مرغ را در آغاز شکلگیری و قبل از ورود به دستگاه جوجه کشی شناسایی کنیم و از نابود کردن جوجه های نر بعد از تولد جلوگیری کنیم و در نتیجه تخم مرغ های ماده به دستگاه جوجه کشی می روند و تخم مرغ های نر برای تغذیه به فروش می رسند و در نتیجه ما از دو طرف می توانیم سود ببریم. دکتر الیران کادوش، مدیر این پروژه، امیدوار است تا سال دیگر تولید انبوه تخم مرغ‌های مهندسی شده آغاز شود. من مطمئن هستم که تا پایان سال 2022 ما به آن توانمندی خواهیم رسید که بتوانیم تحقیق را پایان دهیم و محصول پایانی را در دست داشته باشیم. امروز دیگر همه جهان به این نتیجه رسیدند که باید کاری کرد و دیگر نمی شود روش کنونی را ادامه داد. روشی که این همه مرگ و رنج را برای حیوانات رقم می زند. البته این پژوهش دانشمندان مخالفانی هم دارد که این پروژه را نوعی دخالت ژنتیک و مخالف قانون شبیه سازی ژنتیک در جهان می دانند. اما با این وجود آنچه که برای حامیان این جوجه های بیگناه مهم است نجات آنها از نابودی است. بابک اسحاقی، اسرائیل.